الهی به امید تو. آقا وقتی به یه نفر میگن دنبال فلان کار نرو، دنبال فلانی نرو، فلان کارو نکن، بازم اون آقا بره دنبال فلان کارو فلان آدم و فلان مورد، یعنی چی؟ یعنی که حرف گوش نکرده دیگه، یعنی که حرف گوش نکرده. حالا خصوصا اگر که این قضیه رو دو تا آدم بزرگتر بهش نصیحت کرده باشن. این داداش حجیر ما، اون که خورده توپلتر از همه است، اون هم همینجوری بود، گوش به حرف نکرد. شیرین بهش گفته بود آقا دنبال فلان کار و فلان قضیه و فلان آدم و فلان کس و فلان چیز نرو، ولی گوش به حرف نکرد که نکرد. حالا فلان قضیه چی بود الان میبینی. سلام. چه سلامی؟ چه علیکی؟ چی شده؟ جدی میگی؟ بله. مطمئنی؟ بله. آقای عجیب خان، ها؟ شما که وایسری داری بیرون منظره نگاه میکنی، خب میدونی چی شده؟ نه نمیدونم. بشه بگو. تمومش جه ها؟ بله. بله. که اینجوری هست، اینجوری هست. خب چطوری حشیر؟ حالت خوبه؟ خوبه. آره معلومه خوبه. چی شده؟ از سر و وضعش شیک و ترتمیزت خیلی معلومه خوبه. موهای ترتمیز شسته شده، لباسهای اتو کشیده. من که همیشه اینجوریم. آرشگاه تشریف برده بودین؟ بله. آقا تبریک میگی. چه رویی داره؟ خوشتیپ شدید خیلی. همیشه بودم. آره. آها. آها. چیه؟ آها، ترتمیز شدید. آرشگاه رفتین. شرط می‌بندم با ستایتون تو منو گوشین سر کار. شرط می‌بندم تو مو ستای ما رو گوشتی سر کار. بله، بله. برای چی؟ برای چی؟ قبل از هر حرفی من وظیفه خودم میدونم که تبریک بگم بهش. تبریک. چیو؟ ولی اینو بدون که عجیر جان، چیو؟ قبل از همه ماها که نزدیکانت بودیم باید با خبر میشدیم. چیو؟ تبریک میگم. چیو؟ بندم از جانب خودم به شما صمیمانه تبریک قوی میگم. بابا چی؟ آره بیا جلو عجیر جون. داداش مبارک. تو به من بگو عجیر جون. من به تو میگم، من به تو میگم تبریک میگم و امیدوارم که خوشبخت باشی. منم به تبریک میگم به نوبه خودم. اجازه بدید. چی شده؟ نه آقا بابا جون چی شده؟ خودتو به اون را نزن هشیر. هشیر خودتو به اون را نزن. به کدوم را نزن؟ به کدوم را نزن؟ چی شده؟ به من بگی. من گیج شدم. آهان اجازه بدید خدمتتون عرض کنم. چی عرض کنی؟ میره آرایشگاه، میشینه رو میز، میگه رو میز نه، رو صندلی. رو صندلی، رو صندلی میشینه، میگه آقای آرایشگر موهای منو اصلاح کنید، برای دامادی میخوام. برای چی؟ برای دامادی. آها. بعد یارو میگه که به سلامتی. با کی؟ میگه که با دختر فرخان. بابا مبارکه. این آقایی که شما گفتین حجیر خان نیستن؟ آفرین، صد امتیاز میدیم به شما. دیشتله دلان، دیشتله دلان، دندله دلان. دروغه، دروغه. من قضیه رو رد میکنم، اصلا همچی چیزایی نیست. بی خودی هم قله نکنید. شاهد داریم هزار تا. هزار، هزار تا. چه شاهدی؟ چرا همجیری حرفای بی خود میزنی؟ تو خجالت نمیکشی از نبود شیرین؟ اگه بیاد بفهمه میدونی چه بلوایی به پا میشه؟ شیرین مگه نگفت دورو بره این خانواده فرخان و دخترشو خواستگاری از این حرفا نریم؟ الکی میگه چیو داری؟ نگاه کنی الکی میگه؟ پدر مادر اون بفهمه میدونی چی میشه؟ چی رو؟
خواستگاری شما از دختر فرخ خانو. بله بله هان هان بله هان هان نداره هان هان نداره هان هان نداره میدی چجور فهمیدی؟ آها بگو بسر هان بله هیچ مدرکی نداری میخوادی شلوغ چند کن گوش کن مدرکو ببین شما وقتی این جمله رو دانشگر گفتین دوست من که دوست کامبیز میشه و کامبیز هم دوستش با دوست همسایه دوستش دوست میشه تو اون آرایشگاه بود. بله. و این حرفو شنید و همینجوری گفتن اول رسید به کامبیز، کامبیز هم به اونا گفت، اونا هم رسید به من، منم به حجیر گفتم، حجیر هم به حجیر گفت. بله. کامبیز که بچه کوچولو اصلا حرفش حرف راستو از بچه داشته. بله. تو به جون حجیر دروغه. اگه شیرین بیاد جون تو رو گفت. وای. جون داداش دروغه من. جون منو قسم نخور دیده شده که جناب علی شیرینی هم دادی یه پول اضافه بله شیرینی نخامه‌ای این هر حرف تی وی بوده روش شیرینی نخامه‌ای روش یه دونه تی وی بوده پول بوده دادی. نه اینکه شیرینی بده شیرینی یعنی پول اضافه داده آها خب همونا بوده مثلا ما اینجا توی خونه پنگلوییم حرفمون باید یکی باشه فکرمون باید یکی باشه شماها الان دارین به من همه اینا رو رد میکنم آقا طلبکارم هست آقا به افتخار پدر عروس فرخان به افتخار شاه داماد به جون خودم یه بار به افتخار مادر عروس و خانواده به افتخار کامبیز خان برادر عروس کامبیز تربیته کامبیز میمیری براش حرف نزن برای اینکه بهتون گفته باشم بی خودی واسه خودتون نبرین ندوزین حرف دارم گوش بدی ما نمیبریم شما بدوزین بپوشین دیگران میدوزن شما میپوشین تشریفی برای میشین سر سفره حجیر پشیمون میشی از این حرفت شما پشیمون میشین از این رفتارتون شماها دارین به برادرتون رو دارین از خودتون میرنجونی تو که سه تا برادرت از خودت رنجوندی که خواهرت هم تو راست که بیاد برنجه هیچی نیست من گفته باشم من اصلا از خانواده فرخان از دختر فرخان از این کامبیز پسر لوسه هم از همشون بدم میام خیلی چشمای من نگاه کن نمیخوام ته دلت چیه؟ ته دلت چیه؟ عکس فرخان رو 30x30 زدی تو کمدت آره الگوی تو زندگی استادت فرخانه دوچرخه بخره واسه کی؟ واسه کی؟ برای کامبیز بی تربیته گل داده بعدن دوچرخه بگیره کادو عروسیه یا بله برون واسه بله برونه از این حرفو که بگذاریم من میگم بهترین وقت مناسب برای گرفتن عروسیه آقا عیده بله موافقم به افتخار باشگاه ورزشی بابای عروس خانوم عروسی چه اشکال داره؟ مبارکه اولا که عروسی چه اشکال داره؟ اولا که خواستگاری هیچ چیز بدی نیست بعدش هم من اصلا نگاه فرخان نمی کنم باشگاه نداره که خواستگاری خوبه خواستگاری خیلی خوبه اما با خانواده فرخان نداداش شیرین اگر بفهمه شیرین مگه نگفت خانواده فرخان خانواده خوبی نیست برای وصلت و ازدواج تو باز رفتی میخوای بری خواستگاری؟ شما بی خودی دارین فقط شلوغش میکنید نگاه کن نمیتونه حرف بزنه لیلی 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 تماش کنیم ببینم تو روی برادرتون وایستادین هیچی نگفتم بی خودی دارین میگین خواستگاری دختر فراخان هیچی نگفتم در مورد کامبیز حرف نزنین اون بچه هست هیچی از این چیزا نمیدونه فهمیدی؟ آها خودش لو داد من گفته باشم به هیچ عنوان اگر یک بار دیگه حرفی راجع من به خواهرم و عقیدش احترام میذارم اگر یک بار دیگه در رابطه با فرخان و خانواده‌اش و ازدواج و اصلت نه تنها تو بلکه شما دو تا رو میگم حجیر صحبتی بشه حرفی بهش میاد بیاد دیگه نه من نه هیچ کدوم از شما بابا این داره بی خودی داد و بیداد میکنه جون من گفته باشم توی این خونه از این به بعد نه جناب علی هر کس دیگه ای هر حجیری بخواد حرف ازدواج با و وصلت با خانواده آقای فرخان بزنه بابا این من مخالفم شیرین مخالفه پدر مادرمونم مخالفم من دیگه نمیتونم این وضعیت رو تحمل کنم دیگه نمیشه این وضعیت هر کی بخواد حرف زیادی بزنه با من طرفه خودم دیگه جلوش وای میستم
بله. بابا تو الان سکته میکنی. گوش کن، من اگر متوجه بشم که یک بار دیگه کسی به طرف خانواده فرخ خان رفته و برای وصلت پیشنهاد کرده، اگر یک بار دیگه این مسائل اتفاق میفته، من میدونم و تو و میدونم تو دیگه نمیخواد حرف بزنی. شماها این حرف رو از من قبول کنید، من برادر شما، من هیچ موقع که نمیام تو خونه دروغ بگم. یک بار دیگه فقط توی خونه صحبته. در مورد من تصمیم بگیرین، در مورد ازدواج من، در مورد فرخان، من میدونم با شماها. الو، سلام علیکم، حال شما خوب هستین؟ قربون شما، حجیر هستم. خوبید شما؟ قربون شما برم، خیلی مخلصی، خیلی کوچیکتون هستیم. خوبید شما؟ متشکرم. من کی خدمتتون برسم؟ چشم چه ساعتی؟ بروی چشم. قربون شما، امری فرمایش، خدافظ شما. سلام قربان، ارادت دارم، قربون شما برم، عذر میخوام، من که برای دستبوس خواهش میکنم، زنده باشین قربون شما، خدمت میرسم، بروی چشم خدمت میرسم، قربون شما، لطف کن، خدمت شما. الو، سلام علیکم، حال شما خوبه؟ مزاحم شدم، ببخشید این موقع. بله خوبم، همه شما خانوادتون خوبن؟ سلام برسونی. ببخشید من کی خدمت برسم؟ بله خیلی ممنون، مرسی، خداحافظ، سلام برسونید. شما خوبه؟ ببخشید، حجیر هستم، خیلی ممنون. من کی میتونم مزاحمتون بشم؟ چه ساعتی؟ چشم، ببخشید مزاحمتون شدم، خیلی خوشحال شدم، سلام برسونید، قربونتون برم، خداحافظ. ازدواج خیلی چیز خوبیه، اما از اون خوبتر و بهتر علم به ازدواج داشتنه. خوبه که آدم موقعی که میخواد ازدواج کنه یه نفر رو انتخاب کنه برای اینکه باهاش زندگی بکنه، با 4 آدمی که از خودش بزرگترن، تجربه زندگی دارن، صلاح مصلحت کنه، مشورت کنه، هم فکری کنه. ما داداشا خب ممکنه واسه مشکلات روزمره زندگی، مشکلات کوچیک،
برای همفکری و مشورت با هم دیگه خوب باشیم، ولی مخصوصا اون موقع تجربه کافی توی زندگی نداشتیم، نمیتونستیم راجع به مثلا مقوله ازدواج که یکی از مهمترین مسائل زندگیه با هم دیگه کمک کنیم. تازه بعضی وقتا هم تو اون سن و سال مغرضانه نظر میدادیم، یعنی اون چیزی که توی دلمون بود و که نمیگفتیم که. بنابراین به نتیجه مطلوبی نرسیدیم، ولی شیرین که خواهرمون بود درسته هم سن ما بود، ما پنج قلو بودیم، به این قضیه یه مقدار عاقلانه تر نگاه میکرد و فکرش و افکارش و اینا خیلی از ما جلوتر بود، خیلی پرورشی یافته تر بود، بنابراین اون موفق تر بود تا ما. جورا من نهیدی؟ آقا این ساعت من کجاست؟ من چه میدونم؟ آقا کفشای من دید؟ آقا من کفشام اونو اینا خریده بودم، حالا گم شده. این دستمال گردن من کجاست؟ اعصاب من داره خورد میشه. بابا من ساعتمو میخوام، میخوام برم بیرون، قرار دارم، کار دارم، زندگی دارم. تو این خونه از این خبرا نبودا، جورابای من انگاری آب شده رفته زیر زمین. آقا جان اگه کفشای من پیدا نشه جیغ و عربده همزمان میکشم، اعصاب همه خورد بشه، کفشای من نیست. بابا من خسته شدم، دو ساعت دارم میگردم. ساعت من کو، ساعت من کو، ساعت من کو. چه میدونم بابا؟ کفشای من تو جیب تو نیست؟ آقا جون دستمال گردن یک چیز شخصیه، توی کمدم آویزون کرده باشم. جز این که کجاست؟ من چه میدونم؟ تا حالا همچین مسائلی توی این خونه نبوده. دیگه دارم دیوونه میشم، کفشم نو تازه واکس زده بودم، انقدر شیک و ترتمیز و زیبا بود. آقا ساعت من من قرار دارم جاسه منه دیگه. من همین الان میخواستم اون دستمال گردن رو ببندم به گردنم برم بیرون. چه؟ چرا چپ به من نظاره میکنی؟ نه میخوای لبخند بزنم بهت؟ ساعتم واسه چی باشه کردی دسته؟ این که ساعت خودش بسته شده. بله یه ساعت من قرار دارم دیرم شده، یه ساعت دنبال ساعتم دارم میگردم. دستمال گردن منو بده. ساعتتو بگی. دستمال گردن منو بده. جورابای منو بده. کن لگت نند. دستو نیست. این چیه پای توه؟ من یک ساعتی کفشام نیست. خیلی خوب کفشای نایمه برای چی کفشای برای پوشیدی؟ آخه این چه زندگیه؟ خیلی خوب قرار داشتم میخواستم برم بیرون. قرار داشتی با کفشای نایمه نیست؟ ببخشی نگاه همش ترک همش ترک کرده. جورابای من هنوز پیدا نشده. آقا جون دستمال گردن منو بده. جورابای من تو پای توه؟ نگاه کن جورابای من تو پای توه؟ جوراب تمیز نداشتم. ببر اون ور بوی جورابم بوی کفشم خراب شد. جورابمو بده. نمیخوام اینو. ولی جورابمو بده. خجالت بکشید. اینقدر به وسایل هم دست نزنید. دستمال گردن من کو. من به وسایل هیچ کی دست نمیزنم. کفشای منو برمی‌دارم. دستمال گردن من کو. دست دست من نیست. جوراب نمی‌دونم. جوراب نوهای منو پوشیده. نمی‌دونم کجاست. دست تو دستمال گردن من. نخیر. میگی آقا کفشت هم پیدا شد دیگه. هولش نده اینجوری. کفش نوئه. دستمال گردن کو. من به یه نفر شک کردم. کی؟ کی؟ چون که قبلا هم سابقه داشته. کی من؟ مثلا دستمال گردن میندازم. آره سابقه داره. دستمال گردن به کجا میندازم؟ دستمال گردن رو میندازم به گردن. نخه دستمال گردن نیست بلند شو. نخه. واسه چی باشم؟ نخه. بلند نمیشم. حالا میشم. خونه این مسائل. حالا میشم. نه برکن. آقا برکن. بلند. منم کن. منم کن. بابا. بکنش بده. بابا. بدین. لای موش نش. بابا. بتکونش. بابا نتکنین منو. نه بابا نه مگه شربت تکونش بدی؟ ایناش 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 این چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ واقعا کسشه توی این خونه دزدی؟ سرقت مسروقه واقعا بعضینا بعیده کفشای منو بی کلاس. روزگار روزگار خیلی بی‌معرفتی. تو بیشتر بی‌معرفتی. رفتم خونه فرخ خان دیدم تو هم اومدی اونجا خواستگاری کردی بهم برخو میخواد. تو نباید اونجا میومدی. تو تمام اهداف و احساسات و تخیل و رویای زیبای منو در هم شیخ کرد خراب کردی. من برادر تو هم من رفتم یه جا خواستگاری، تو هم میری همونجا خواستگاری. من زودتر رفته بودم، تو اومدی خراب کردی همه چیو. من صدا تو عوض میکنی فکر کنی نمیشناسمه.
این بگو به یکی بگو. من اگه به شما نگفتم خانواده فراخوان خانواده خوبی نیست، چشم بپوشین از وصلت با این خانواده. آخه من میرم اونجا خواستگاری میبینم شما دوتا اونجایی، من از خجالت آب شدم. تو هم خیلی بی‌معرفتی، تو هم خیلی بی‌معرفتی. تو من دید تیز پرید پشت پشتی فکر دیگه نمیبینم. این کارتون خیلی زشت بود. چقدر فراخوان بخنده گفت خواستگاری که پشت پشتی قایم میشه. سه تا برادر یه جا رفتی خواستگاری. همه تون بی‌معرفتی. حقش بود موقعی که میخواستیم بری خواستگاری دختر فرخان یک کلمه منم در جریان قرار میدادی. چی میگی؟ صورتتو قایم کردی؟ روزنامه رو بردار از جلوی صورته. دارم روزنامه میخونم. مثل آدمیزاده ها حرف بزن. روزنامه میخونی با من حرف میزنی؟ بله. میخوام نخونی. رفته خواستگاری؟ تو مگه رفته بودی خواستگاری دختر فرخان؟ دو دقیقه بعد رسیدم اونجا، فرخان گفتش که داداشات اومده بودن خواستگاری. تو دیگه چقدر بی‌معرفتی. تو رفته بودی خواستگاری دختر فرخان؟ بله. پس دیگه هیچ وقت فرخان من توی زندگی حق و حقوقی دارم. نمیتونم. چشه چی شده؟ اعصابم خورد بود از اینکه فهمیدم شما رفتین خواستگاری دختر فرخان. تو خیابون که میومدم به یکی گوشمالی دادم. نه اصلا اولا که تو این کار زشتیه، دو این که تو اصلا اهل این نیستی که با کسی دعوا کنی. نه من میدونم اون جای مشت فرخانه. اون جای مشت فرخانه. ببینم میشناسی تو مشت فرخانه؟ دوشه جونه مسته میدی؟ تو که خودت بیمعرفتی. نیستم. شما رویاهای من عمل خراب کردید. شما احساساتو قلب منو جریه دار کردید و شکستید. من اگه بیماری روحی و قلبی بگیرم همش از شما. ببینم فرخان همون چیزا رو به تو گفت؟ به من که میگفت 300,000 تا سکه مهریه. یعنی چی؟ دو تا خونه باید داشته باشین، 4 تا ماشین باید داشته باشین. تو چی داشتی رفتی خواستگاری؟ من؟ بله من معلومات داشتم. ولی من میتونستم از پس اون همه پول و ثروت بر بیای. میتونستی بر بیای؟ آره میتونستی بر بیای؟ اوائلش یه سری دفتر کتاب و این چیزا دارم. میگفتم من اینا دارم. نه تو چی داشتی؟ نه واقعا تو چی داشتی؟ یه خودکار دارم. من اراده داشتم که رفتم خواستگاری دختر فرخان. تو چی داشتی؟ ولی از همه تو بیشتر من خوشش اومد در فرخان. چی شد عجیب؟ چی داشتی واقعا؟ گریه کن حقتونه. هر بلایی سرتون بیاد حقتونه. شما در حق من بی‌انصافی کردی. خیلی بی‌معرفت. ساعتی هفتی اونجا آب ریمانم رفت. برو گریه نکن اشکال نداره. رفتیم خواستگاری که رفتیم. اصلا فرخان رو ولش کن. وقتی میگه 300,000 تا مهریه 4 تا ماشین، آدم میره با اون خانواده وصلت میکنه. ازدواج و تشکیل خانواده خیلی چیز خوبیه. درسته که پدر و مادرها و بزرگترها نباید سختگیری کنن تا جوونها بتونن تشکیل خانواده بدن، ولی خب جوونها باید حرف پدر مادرها رو گوش کنن. ازدواج و مشکلاتش درست مثل آسمون بالای سرمون میمونه. قبلا آبی بوده، هنوزم آبیه و همیشه هم آبی میمونه، هم برای ما، هم برای پدر مادره ما و هم برای فرزندانمون. مطمئن باش اگر اون روز اشکی میریزی و ناراحتی و نمیدونی بعدش چی میشه، مطمئن باش که پدرت قبلا اون اشک رو ریخته و میدونسته که بعدش چی میشه. چی شد؟ قلبم گرفت. خیلی خوب درست چیز کن. من میگم باید به فکرت حجیر باشیم. این چرا اینجوری شده؟ بابا بذار یه چند دقیقه تو خودش باشه. نمیبینی حالش خوب نیست؟ خب من داداششم، نگرانشم. من کیم پس؟ تو هم داداششی ولی نگرانش نیستی. من کیم پس؟ تو هم داداششی. چیزه آقا شهردین الان در شرایط سنی خاصیه که همسنی نیاز به هممون همسن. آه راست میگی.
خب شاید همون سنش ایجاب میکنه که باید یه فکری بکنه، ازدواج بخواد بکنه. خب اینو خودمون هم میدونیم. خب برای همین بعد ببینیم چه کسی میتونه شریک زندگیش باشه در طول زندگی از تولد تا مرگ بتونه. راست میگه، پیشنهاد بدی نیست. آره بیش پیشنهاد، راست میگه پیشنهاد خوبی. آره بهش پیشنهادهای دیگه میدیم. آره هشی راستی امو اینا چند وقت پیش اومده بودن اینجا، دختر امو بزرگه. چقدر خانواده خوبی هن. دختر اموی بابا ها. بابا امو نداره. بابا امو نداره؟ دختر آقای خلیل عقیبی. بابا داداش داره. منم میگم دختر امو بزرگه خوب نیست؟ خانواده خوبی هستن ها. بابا میشناسیمشون خوبن. نه دخترم آقای خلیل عقیبی رو بگیر. نه بابا نه، اونا خانواده زیاد چیز نیست. فهمیدم، دختر آقای یادت رفت دیگه، یادت رفت دیگه. اینجوری میخوای به کمک داداشت برسی؟ دختر آقای یامی. آره اینم بد نیستن، خانواده خوبی هن. فهمیدم خانواده خوبی هن. نه نه نه، دختر آقای انتظاری خوبه؟ نه بابا پدرشو میشناسی، مرد خوبیه. من باش کار کردم، همیشه هم سر کاره، من دیدمش، آدم محترمیه. این چی کار میکنه؟ دختر آقای احمدی خوبه؟ دختر آقای صدری؟ دختر آقای نصیرینیا؟ نه آره احمد. آره احمد آقا. احمد آقا خیلی هم آدم نه خوبیه. نه مرد خوبی نیست. چرا؟ چرا؟ من که هر دفعه اومده اینجا اون قهوه نسکافه میخوره پشت سرم، یعنی بعد یه جوریه مشکوکه. بابا قیافش اونجوریه، خودش غالبا مرد خوبیه. حرف واسه مردم چرا در میاری؟ زشته این عادتی که تو داری. خوب نیست دختر آقای نصیرنیا؟ خوب نه؟ نیست بابا، پدرشو میشناسیم، مرد دختر آقای داریه. جلایی داداشش سوزن تگر فروش خیلی هم کی 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 آقای جلایی دختر آقای جلایی، دختر آقای ملکان، خانواده خوبی انا. بابا قیافش اونجوریه، خودش غالبا مرد خوبیه. زشت آخه، اینجوری حرف نزنید در مورد مردم. حجی از تو بعیده، چهار تا کتاب خوندی. دختر عمه بزرگه مامان خوبه؟ مامان عمه بزرگه داره؟ نداشت. واک واک، دیدی چی گفت؟ عمه بزرگه داره مامان؟ آره نه نمیدونم. تو که دیگه اصلا بدتر از اون. دختر آقای مظفری خوبه؟ دختر آقای همین خلیل بیگی بغلم میشینه. خلیل بیگی، دختر آقای خلیل بیگی خانواده خوبی هم. دختر آقا سهراب، دختر آقا سهراب، آقای محمودی حجی، دختر آقای آبدینی، دختر آقای شهبازی، دختر آقای رحمانی، دختر آقای پرتوزاده، آقای نربیانی، دخترش خانواده خوبی هم. هجی بالاخره میخوای به کجا بری با این رفتارت؟ رفت اون اتاق. منظورم این دختر عباس آقا، دختر عباس آقا. به 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 به، عجب آشی، به به، عجب بویی داره این آش. چقدر خوشمزه شده هجی. این آشو کمک کردیم با هم دیگه درست کردیم، خیلی هم خوشمزه شده. بیا یه قاشق بخور، دهنتو باز کن. آم ماشین میخواد بره تو پارکینگ. گرسنه نیست عجیر؟ آش خوشمزه ای ها، اینجوری زخم معده میگیری ها. باشه میذارم اونجا هر موقع که گرسنه شد. یه دونه شربت آب پرتقال برای داداش حجیرم درست کردم که بخوره، ویتامین سه بدنش زیاد بشه. عجیر داداشی آب پرتقال نمیخوری؟ آب پرتقال ها بیا. عجب آب پرتقالی. حجی حجی گذاشتم اینجا بخور، نکن این کارا رو با خود. سلام حجی، دوستم یه فیلم تعریف میکنه، میگه که یه مرده بوده، یه مرده بوده، خیلی دلش تنگ بوده، ناراحت بوده، تنها بوده، بعد میره توی یه جزیره، در به در این ور اون ور،
کوها و دشتا رو پشت سر میگذاره تا اینکه خوشحال میشه، یه خرچنگ پیدا میکنه، بعد با خرچنگ دوست میشه، بعد فیلمه تموم میشه. همین. اصلا گوش ندادی؟ خب من برم دوستم یه فیلم دیگه ببینم. بیا شرط می‌بندم اینجوری پیش بره دیوونه میشه ها حجیر. من میگم باید یه فکر اساسی کرد. چیکار کنیم؟ آقا جون چیکار کنیم؟ دو ساعت این من میگم که یک آقایی رو بریم پیدا کنیم شبیه آقای فرخ. خب بعد خب به دخترشو بدیم چیز بریم خواستگاری دخترش. نه بابا یعنی چی؟ نمیشه که اینجوری بریم تو کل شهر دنبال یه نفر بگردیم شبیه اون باشه بعد بگیم بیاد با اون ازدواج کنه. نمیشه اینجوری. 500 هزار تو دختر پیشنهاد کردیم رد کرد. نه دو شبیه آقای فرخی بود. من یه پیشنهاد دیگه دارم. من میگم بریم به آقای فرخان بگیم آقا فرخ مثلا ببینیم هر چی پول تو حساب بابا هست برداریم خب. بدیم بهش بگیم آقا از این محل برو دیگه همسایه ما نباش که شاید اجیر فراموش کنه. خوبه همین را بریم بریم آقا فرخان دیگه چشم ببخشید هر چی شما بگی من خونم رو عوض میکنم. یعنی چی؟ خب چی کار کنیم؟ اصلا آقا جون راه اساسی اینه که یه سری جلسات برای اجیر بذاریم توجیهش کنه. توجیه چی؟ کلاسی که بتونه مشکلات زندگیشو حل کنه، روانشناسی باشه، در مورد ازدواج باشه. آه کتاب خوندی؟ بله. اه پس تو هم میتونی خودت درس بدی. روزی چند ساعت وقت میذاریم شما هم اگه خواستین کمکم میکنیم. پیشنهاد بدی نیست. بچه سلام. 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 چطوری خوبی؟ چه خبرا؟ چیکار کردی؟ سلام شیرین. سلام. خوبی؟ چه خبرا؟ نبودی؟ ما خونه رو تمیز کردیم. مردم از تشنگی. راستش حجیر ما نبودی. چیه حجیر چی؟ حجیر کو؟ حجیر نشسته داره کتاب میخونه. ای باری کلا ها چه عجب. نه کتاب نمیخونه. چرا کتاب میخونه؟ خب کتاب میخونه. حجیر نشسته اونجا کتاب میخونه. خب چرا سرش داد میزنی؟ همینجوری میخواستم بشنوه. کتاب خوبه که. شیرین نبودی؟ یه چای بیار حجیر. چشم الان نبودی الان گرم کردیم. بذار دم بکشه. حجیر نبودی کارهای خونه رو کرد. حجیر تمام اینجا رو جارو کشید. حجیر هم همینجا رو گردگیری کرد. تو چی کار کردی؟ منم تمام کفشا رو ترتمیز کردم گذاشتم تو جا کفشی. باریکلا خسته نباشی. اون وقت به من میگی فراموشکار. چرا؟ حجیرم از دختر آقای فرخان خواستگاری کرد. آره. وا. الان هم غمگین و تنها. چی؟ دیگه خراب کردی رفت. یادم رفته بود. چی نباید بگم. ببین شیرین بذار من برات توضیح میدم. نه چی گفتی حجی؟ اجازه من برات توضیح میدم. ببین شیرین نبودی ما مجبوریم یه سری واقعیت هایی که پیش اومده. احساسات آدم یه دوره تکمیلی داره. تو یه دوره احساس به عقل حکم میکنه، تو یه دوره عقل به احساس حکم میکنه، تو یه دوره عقل و احساس همپای همدیگه حرکت میکنن. بعد آدمای احساساتی هم خیلی زود جوشن. به قول قدیمی ها میگفتن که وقتی پاشونو میکردن توی کفش میگفتن ما سیاهه. یعنی این که دیگه کسی حرف نزنه ما سیاهه. ای کاش آدم یه متر اینجوری بالای سرش دوتا چش داشت که هر جا میرفت کنترلش میکرد. کاش که میشد اینجوری خوب بود. نه نمیدونم شاید هم خوب نمیشد. چه میدونم که اینطور. خوشم باشه حجیر خان. خوشم باشه. البته میدونید چه شیرین ما بعد از اینکه سنگ خورد به سرمون عرض میخوام هم سنگ خورد تو سرمون هم یه مشت محکم
آقای فرخی زد تو چش حجی. آره حجی؟ اولا نه 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 چیزی نشد. اولا که آقای فرخی نه فرخ خان. بعدش هم یه برخورد بدی با ما کرد. میدین چشیرین؟ من فکر میکنم تقصیر من نبوده. چون وقتی من رفتم اونجا دیدم حجی رو تو واسه چی رفتی اونجا؟ من رفتم یه سری بزنم ببینم واسه چی؟ یه سری بزنه خواست بله بله خیلی خوب خوشم بشه. ببین الان روک و رو راست به من بگو حجی با دختر فرخان حرف زده خودش؟ نه اصلا فرخان ما رو تحویل نگرفت، ما رفتیم تو ما رو پرت کرد با خود فرخان. یه ماشتم زد تو چش حجی کبود شد. اینو یه بار گفتی دیگه فهمید. با خود فرخان هم صحبت نکرده. موقعی که ما هماهنگ نکرده بودیم که یهوی ستای ما رو با هم اونجا دید. بعد دیگه بازم من که آخر همه تون اومده. من که اصلا نمیدونستم. من اصلا تعجب میکنم، باورم نمیشه آخه کسی رو که نمیشناسه حجیر چجوری همچین تصمیم میگرفت. حالا ماها به صورت خیلی منطقی قبول کردیم این قضیه رو، ولی حجیر ولکن ماجرا نیست. ما کلی خانواده های خوبم بهش پیشنهاد کردیم که آقا بیا ما بریم برات خواستگاری دختر فلان کس رو برات بگیریم، قبول نمیکنه. دختر آقای ملکان هم گفتی؟ بله. اون به درد نمیخوره. یعنی من فکر میکنم که بسه. ببین من یه عمره که دارم با شما زندگی میکنم، خب بعد با دختر فراخورم دوستم دیگه، خانوادهشون رو از نزدیک میشناسم، به درد هم دیگه نمیخوریم. یعنی این خانواده با اون خانواده نمیتونیم اصلا وصلت کنیم. ما میدونیم این قضیه رو عجیب طلبکار نیست. من خودم با فراخان یه مش زد توی چش من. یه مش ولش کن بابا. من خودم با حجیر صحبت میکنم، راضیش میکنم، حرف منو گوش میکنه حجیر. این یه خورده فقط ناراحت رویش خراب شده. ببین اگه فقط همین باشه من راهشو بلدم. ببین ما باید وارد عمل بشیم، یه کاری کنیم، یه جوری شوک به حجیر وارد کنیم که از این حال هوا بیاد بیرون. با برق؟ نه با برق که نه. من موافقم و مطمئنم که اگر یه حرکات محیر و وقول انجام بدیم. محیر و وقول؟ محیر و اقول. محیر و اقول انجام بدیم دیگه فراموش میکنه. آره. و میاد تو جمع ما دوباره مثل همشه میخنه. از این حال هوا بیاد دیرون. من راه حلش بلدم. آی قلبم حجیر قلبم درد میکنه، قلبم گرفته حجیر. نه خواهش میکنم، نه این کارو با من نکنید، نه خواهش میکنم، نه.
بابامونم نمی کنه چون آهنگمون بد بوده بریم بیماری این همون اسکیموفرزی اذیتش میکنه. آره خب بچه ها سی بار اینو گفتیم منم گفتم نه پاشیم بینید حجی رو بیاری برای چی؟ برای چی؟ من شماره فرخان گرفتم باید با دختر فرخان رو خود فرخان صحبت کنه اه برای چی؟ چی منتظرن؟ شخصیتمون چی میشه؟ اه نه دیگه راه دیگه ای نمونده این تنها راهه بابا این همه ما صحبت کردیم گفتیم دور اونا رو خط بکشیم آره خانواده زده تو چش حجیر دل کن دیگه ساکت میشنون ولی اون بالاخره باید باشون صحبت کنه تا بفهمن اونا چجور آدم هایی هست خب این بهتر میشناسه پاشو بریم آقا بلنشو بلنشو اینه مجسمه شده میشه بده الو الو حجیر خان بله بله میدونید به نظر من شما اولین رایتون اینه که دماغتون گنده است بعد عمل پلاستیک بکنید بعدم شما حتما باید ورزشکار بشین چون پدر من باشگاه ورزش داره دوست دارم جلوی فامیلی سرف کنده بشم من اخلاقم خیلی هم تونده همیشه حرفمو رک میزنم دوست دارم شوهرم هر چی میگه میگم بگه چش بعدم اینکه من فامیل دوستامو ممکنه که به شوهر آینده من ترجیح بدم من فقط مایی 600 هزار تومان خرج آرایشگاه و لباسام میشه به هیچ عنوانم حاضر نیستم کوتاه بیام هر چی هم میگم باید بگه چش من کلا یه اخلاقی دارم که اگه کسی من ناراحت بکنه دیگه نگاهشم نمیکنم درخواست پدر من بعد اجرا بشه حالا شما نظرتون رو به پدرم بگین چون من با دوستم دارم میرم پارک آقای نجیر خان برای من اصلا مهم نیست شعور تربیت مرام شما برای من مهم نیست برای من فقط پول مهمه که هیچ کدوم شما ندارید من باید با دامادم پوز بدم یا نه اصلا من به پسری که به هر دلیل بابا و ننه بالا سرش نباشه دختر نمیدم فهمیدین؟ آخه مرد حسابی شما فکر کردی که پدر مادر ما نیستن؟ بعد حجی بعد حجی میگه پدر مادرتون نیستن درست صحبت کن قد شده هم حرف دهنشون بعد این کارا خوبتون شد؟ خوب شد حجیر خان همینو میخواستی؟ میخواستی ما خورد بشیم دیگه سه تا داداشت با خواهرت میخواستی خورد بشن؟ آقا جون میدونی چیه؟ از راه محبت، دوستی، رفاقت همه راهی وارد شدیم نتیجه نداد خشونت بگو. نه خشونت خوب نیست تو حالا راضی شدی یا نه؟ حسن. نه نه من یه راه حل بهتری سراغ دارم چیه راه حل؟ برو تو کمد همه تو نرو تو کمد آبیزیدش کن از جا رختی همون تو بمون دیگم بیرون نباید بیرون هر موقع تونستی از این عزلت بیای بیرون اون موقع با صحبت میکنیم بیا بیرون همین که هست انقدر توی کمد بمون تا از گرسنگی بمیری چه؟ گرسنمه حالا یه چیزی بریم تجربه خیلی چیز مهمیه یه تجربه داریم فکریه یه تجربه داریم عملیه تجربه فکری اون چیزیه که تو فکرت با یه خود فکر کردن و مرور و تفکر و یه خورده تو خودت بودن تجربهش میکنی و به نتیجه میرسی اصلا احتیاج نیست که دیگه بری دنبالش یه چیزی هم هست بهش میگن تجربه عملی البته اینا رو من اسمشو گذاشتم و نظر شخصی منه تجربه عملی اون چیزی که تو هرچی بهت بگن نمیفهمی باید بری خودت عملا تو زندگی تجربه کنی تجربه خیلی مهمه بدون تجربه آدم هیچی نمیشه بدون تجربه بلوغ معنایی نداره به نوعی آدم باید گرسنگی رو بچشه تا بفهمه درد گرسنگی یعنی چی یه مسئله بود که از اون قدیما میگفتن یارو هنوز گشنگی نکشیده که عاشقی از یادش بره